دومین جلسه محاکمه اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه با احضار او به جایگاه دفاع آغاز شد. ابتدا از آقای طبری دعوت میکنیم به جایگاه تشریف بیارن برای ادامه دفاعیاتش. قاضی پرونده اول از همه رفت سراغ پیگیری اتهام دریافت رشوه 8 میلیارد و 400 میلیون تومانی طبری از مشایخ. آقای مشایخ این پول رو به من دادن که با هم ساخت و ساز کنیم. رشوه‌ای که ظاهراً مشایخ برای پادرمیونی طبری در پرونده املاک کلاک لواسان به او داده. در راستای همون قرارداد یه 300 متر زمین به نام من میکنم، جان به نام ایشون میکنم و به تفاریق از سال 84 تا 86 هم 8400 از حساب شخصیم چک میکشم در بچه آقای طبری. ایشون هم پیگیر کارهای کلاک بود در کمیسیون ماده 5. کمک ایشون باعث شد که کار انجام بشه. بر اساس مستندات پرونده این مبلغ 5 سال بعد در حساب بانکی طبری رصد میشه که مجدداً بخشی از پول رو به مشایخ برمیگردونه. در خصوص استعداد مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون تومان توضیح بدید. پول اضافه بود برای اون ساخت و سازی که می‌خواستیم بکنیم، اضافه داده. من پول اضافهش بهش برگردوندم. و علت برگردوندن این پول هم افشای زد و بندهای طبری بوده. سال 90 سازمان بازرسی حساس شد به موضوع و در خصوص ارتباط آقای مشایخ و طبری سوال میکنه که این پولها چیه. آقای طبری برای فرار میان این سال 90 این صورت جلسات رو تنظیم میکنه. امضای خودش هم سال 90 18 ده 90 که اعلام میکنه آقای مشایخ من 8400 از تو گرفتم بابت جالب و بابت چی و بابت چه موضوع. 4200ش رو به شما تحویل میدم، 4200 هم برات در برج روما رزیدنس برات واحد میخرم. اونطور که نماینده دادستان میگه هدف طبری در پوشش کارشناسی املاک پولشویی بوده. آن کدامین قرارداد است و کدامین کار اقتصادی است که یک نفر کارمند دولتی که وقتش رو باید در قوه صرف بفرماید در سال 83 تا 86 8 میلیارد و 400 میلیون تومان دستمزد ناشی از قراردادش بشه. تخلفات طبری به همین رشوه های نقدی ختم نمیشه و املاک رو هم از برخی متهمان پرونده میگیره. ملک کریم خان واحد اداری سانا، الان واحد اداری سانا متری 50 میلیون تومانه. زمین مشجر لواسان الان 20 میلیارد تومانه. در ماجرای املاک لواسان مشایخ که واسطه پرداخت رشوه 500 هزار یورویی به غلامرضا منصوری قاضی سابق و متهم فراری این پرونده بوده، امروز از تماس تلفنی این متهم گفت. گفتن که شما بگید آقا این پول من خودم به شما قرض دادم و کی به شما زنگ زده؟ آقای منصوری. امروز به اتهامات طبری و مشایخ در کلاک لواسان رسیدگی شد که جلسه بعدی هم به دفاعیات وکلا و ورود به بخش‌های دیگر پرونده اختصاص داره. 20 جلد از این پرونده 96 جلدی به اتهامات اکبر طبری در حوزه کلاک لواسان اختصاص داره که تخلفات او و برخی متهمان در سال‌های اخیر منتهی به تخریب و ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی ملی شده. ملیحه پشمان، خبرگزاری صدا و سیم.